بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما، از دینه پیشانی ها دلهای سنگین شما. امیران سپاه شام، سرداران خون آشام، شما را مردگانی زنده میبینم، خدایان شما را بنده میبینم. پیش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. همزه است که رون پوشیده از شهر میگذرد. به دامان که وستایش کتاب است، چراغ راه دینش آفتاب است، بهین دستور دربار خدایی، شرف بخش جوان آریایی. امروز دقیقاً همون نقطه تکاملی بیداری مردم سرزمین اهورایی آریایی است. مردم ما امروز به مرحله ای رسیدند که با رشد فکری خودشون نه تنها جو حاکم بر میهن خودشون رو دیگرگون خواهند کرد، بلکه جهان را نیز متحول خواهند کرد. ذکاوت رایانه‌ای که جهان را گرفته است و خواهد گرفت و روز به روز پیشرفت خواهد کرد، ایرانیان نیز در این دوره از تمدن بشر بسیار فعال و این تحولی که دختران رعنای آریایی به پشتیبانی جوانان آزاده و قهرمان و دلیر و سلحشورشون آغاز کردن رو تا پیروزی به پیش میبرند. محرم امسال نشون داد که چگونه ایرانی بیدار شده و زیر خریتها، خرافات و مزخرفات تازیان حاکم نیست. اگر سید علی خامنه‌ای، اعلم الهدا، خاتمی، موسوی ها، حسینی ها برای اجداد خودشون فاطمه، حسن، حسین گریه میکنن، به سر و سینه میزنن، آیین کلیسا رو آوردن به عنوان آیین عاشورا به ما تحمیل کردند، امسال دیگه کار خودشونو کردن ایرانی ها. خیلی زود مساجد را طربخانه، مطربخانه، نه رقاصخانه کردن. یعنی این دلاوری زنان آریایی ایرانی قابل ستایشه، نوحه خوانی هاشون قابل ستایشه. این نوحه خوانی شورشی رو سابق استاد محمد تقی شریعتی در مشهد مد کرده بود که کچلوار، کراوات، شیک میمدن توی خیابون و شعارهای اینجوری میدادن. اون زمان قدیم 50-60 سال پیش، 60 خورده سال، شاید 70 سال پیش. ولی امروز اون موقع بر باطل بود، اون موقع بر مارکسیستی کمونیستی منتهی شد و چریکای فدای خلق و سازمان های دیگه مارکسیست اسلامی رو ساخت. ولی امروز این روشنگری راه دیگه رو در پیش گرفته و اینها همه نشانه این هست که در کادر بالای قدرت، چه در امنیت، چه در نیروهای نظامی و چه در جایگاه های دیگر، دو به یک، دو به دو، سه در پنج، ما نیروهای آریایی داریم که پشتیبانی میکنند از این روشنگری و بیداری آریایی در برابر سرکوب تازیان حاکم، صدام حسینیان حاکم
یادتون نره این نکته رو کاملا دقیق در ذهن خودتون بسپارید که انقلاب ایران رو پیش از این که این انقلاب همین سیاه رو میگم، همین شورش 57 رو میگم، بیافرینن، زمینش رو جهانیان ساختند و وارد کردند چند صد هزار نفر عراقی رو با عنوان معاود که در درون اینها جاسوسای مارکسیست ها و استعمار انگلیس اینا بودن. یا تو نره دولت های منطقه دست نشانده بودن، همشون از دم حافظ اسد، صدام حسین، قذافی و و و دیگران. اگر صدام حسین دروازه های خودشو به روی آخوندها و مارکسیست ها و کمونیست ها باز کرده بود، با اجازه برادر بزرگ بود برای جاسوسی برای روس و انگلیس، و در همین راستا اینها جاسوس ها رو وارد کردن، انقلاب هم که پیروز شد 1 میلیون و الاخر. اینی که برنامه امروز خیلی خوب با دقت توجه کنید. در ابتدا من میخوام یادی بکنم از یک هنرمند نازنین و محبوب شهرام شهپر، صحنه رو داره بدرود میگه و یکی از تنها کسانی است که در هنگام شادابی و سرحالی و همچنان شادی آفرینی داره صحنه رو باش خداحافظی میکنه. این قابل ستایش این کار شهرام شهپره. من شهرام شهپره خیلی دوستش دارم، انسان بسیار نازنینی است، دوست بسیار خوبی است. نخست ازش سپاسگزارم که این پاپ رو تقریبا اون لانس کرد با اولین آهنگایی که اریک اخکانت، دوست من فرانسوی که فارسی رو خیلی خوب صحبت میکرد از جان رفت، اون به ایران آورد در کابارهای محمود قربانی. و بعد شهرام شهپره از جمله کسانی بود که با برادر شهبال و اینها، چون تو کار موزیک بودن و خانواده درست حسابی داشتن، موزیک براشون حرام نبود، یه سبک نو پاپ رو به وارد ایران کرد، ازش سپاسگزارم. بعد همیشه شادی آفرین بود، همیشه رقص و پایکوبی در کار و برنامهش بود، غم و اندوه و رنج و درد و این مزخرفات نبود، واقعا قابل ستایش. از طرفی دوست بسیار خوبی است، من ازش خیلی سپاسگزارم. بارها که من به لس آنجلس رفتم، بارها مهمانی های بزرگ در اون خونه بزرگی که اون موقع داشت میداد و همه عزیزان هنرمندان رو دعوت میکرد، من واقعا ازش سپاسگزارم. یک خاطره خوب دیگه ای که به یادگار بهش پیشکش بکنم داشته باشید شما و خودش برای همیشه، اینه که بزرگواری این در رابطه با هنر و احترامش به هنر. من یک بزرگداشتی براش گذاشته بودیم در اروپا که در چندین شهر اروپایی کنسرت داشت با خانم ماهستی و لیلا فروهر و اینها. به لندن که ما رسیدیم، در لندن برنامهش که اجرا شد، ما معمولا بعد از اجرای برنامه شام میرفتیم یه جایی مینشستیم میخوردیم. خب لندن هم چون شهر من نبود، دوستانی که اونجا مهرورزی کرده بودن، به ویژه رضا قنادی، رضا که سابق اونجا بود الان دیگه مثل این که نیست، رضا جان که خیلی انسان با معرفت و با صفایی بود، رستورانی داشت اون موقع، ما رو دعوت کرده بود که ما بعد برنامه بریم اونجا. و تدارک دیده بود، یعنی از ساعت 1:30 شب و 2 این کارمنداش نگه داشته بود برای که از ما پذیرایی کنه. ما با خانم مهستی و دیگران آماده شدیم بریم و تو هتل، و این بچه خود اون دوستان لندنی رفتن بالا، اومدن پایین گفتن شهرام نمیاد، خوابیده. گفتم چرا نمیاد؟ گفتم خواب نمیاد. گفت من نمیام، شما برید. گفتم نمیشه که، باید بیاد که شهردون شهرام که نمیشه. من خود رفتم بالا پشت در زدم، شهرام در رو وا کرد، دیدم آره واقعا خوابه و یه حالتی پریشانی هم داره، یعنی من فکر کنم تازه از خواب بیدار شدش کردم اینجوری شده اینا. گفتم شهرام جون پایین منزل بریم غذا بخوریم. گفت چش چش، من نمیخواستم بیام ولی دیگه تال اومدیدم. چش، فوری لباسشو پوشید اومد، رفتیم. ما تا صبح تقریبا ساعت 4-5 صبح بود که اونجا در رستوران رضا بودیم و پذیرایی میکرد و مهرورزی میکرد و همه هم میخوندن سر میز، خانم مهستی عزیزم و شهرام میز همچنان میخوند و سر حال. و صبح که شد دیگه هم رفتن خوابیدم. من اومدم که حرکت کنم بیام پاریس، بچه ها به من زنگ زدن که از لس آنجلس که خب دیشب چطور بود برنامه. گفتم خوب بود. اینا گفت آره تفلی شهرام. گفتم چی تفلی شهرام؟ گفتن مادرش، مگه نمیدونی؟ گفتم نه. گفت مادرش پریروز هم مرده. گفتن اه مادرش فوت کرده. گفت آره بهش گفته بودیم، ولی گفته بود من برنامه هامو کنسل نمی کنم چون تعهد دادم مردم بسیاری خواهند اومد.
گفتم عجیب به ما نگفت. بعد با خود اندیشیدم که دیشبم که نمیخواست بیاد پایین برای این بود. اینی که میخوام بگم این انسانهای بزرگی که وظیفه هنری خودشون احترام به مردم رو تا این حد دارن قابل